Bismillahirrahmanirrahim. Dua-i birinciden az khuna. El-zikru indel-khuruci minel menzil. Yaqul, Bismillah, tevekkeltu ala Allah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme inni a'udu bike en azille av uzal. Av azille av uzal. أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يعني بنام الله بر الله تعالى توكل کردم و هیچ قدرت و توانایی جز از طرف الله نیست یعنی نفع و ضرر در دست الله سبحانه و تعالى است توکلت على الله یعنی همه کارم را به الله سبحانه و تعالى سپردم. انسان مسلمان با امید توفیق در کارها در هر حال به الله سبحانه و تعالی توکل می نماید. به خصوص وقتی بیرون شدن از خانه به قصد کسب کردن رزق روزی حلال یا انجام کار خیر به مانند صله رحم و یا صلح بین مردم. از این حدیث فایده گرفته می شود که یکم و توکل همراه با استفاده از سبب ها تشویق شده و باید دانست که این منافی با توکل نیست. مهم این که انسان به پروردگار سبب ها توکل نماید، نه خود به سبب ها. فایده دوم، الله سبحانه و تعالی برای گوینده این دعا اگر از روی اخلاص گفته باشد ضمانت نموده است که او را کفایت و حفاظت نماید و از بدی های شیطان نجات دهد، چنانه که در پایان حدیث این مطلب بیان گردیده است. فایده سوم، چنگ زدن به الله سبحانه و تعالی سبب نجات از وسوسه و از تفکرات و وسوسه های شیطانی می باشد. و دعای دیگر به معنای آن است که بار الها من به تو پناه میبرم از اینکه خودم گمراه شوم یا به وسیله دیگر گمراه شوم و یا اینکه بلغزم یا لغزیده شوم یا ستم کنم یا مورد ستم قرار گیرم یا دوچار جهالت شوم یا با من به جهالت رفتار شود. یعنی پناه جستن به الله سبحانه و تعالی از گمراهی، ذلت، ظلم و نادانی راه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. فایده های حدیث. فایده اول، پناه جستن به الله تعالی سبب نجات از هر آسیب و رسیدن به مطلوب می شود. فایده دوم، هشدار دادن به اینکه ما به ارتکاب گناه، ما دست زدن به گناه به خود ستم را روا داریم یا با گذشتن به حقوق دیگران بر آنها ستم روا داریم. فایده سوم، ترک پناه جستن به الله سبحانه و تعالی سبب خاری و بی‌کسی در دنیا و آخرت خواهد بود.